الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم فأمددناكم بأموال وبنين جعلناكم اکثر نفیرا. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما در این بود که آیا وظیفه ما در آخر الزمان و در زمان حیرت و زمان گمراهی و آشوب و فتنه و بلاهایی که برای مردم به وجود می آید چیست و باید چه کنند؟ چنون که از روایات اهل بیت علیهم صلوات الله استفاده می شود، صبر در مقابل اذیت هایی است که برای مسلمان ها به وجود میاد. ما روایات زیادی از اهل بیت داریم که حالا یکی دوتاشو به عنوان نمونه بردتون میرسونم، که پیشبینی کردن که در زمان غیبت امام زمان به خصوص برای مسلمانان و به ویژه برای شیعیان حوادث ناجواری به وجود میاد. در این حوادث ناجوار جز صبر و خیشتنداری چاره دیگه برای اونا نیست، باید صبر کنن تا در اثر صبر پیروزی به دست بیارن، نه اینکه به خودشون شکست وارد کنن. صبر کردن به این معناست که باید انسان تحمل کند اذیت‌ها را و برای رشد و پیشرفت خودش قدم برداره. یه مصیبتی که سر راه انسان میاد، یه بلا و مصیبتی که سر راه انسان میاد، آدم امکان داره یکی از دو حالت رو به خودش بگیره. ممکنه این حالت رو به خودش بگیره، خودش ببازه بره عقب. ممکنه هست صبر کند تا پیروز بشه. مثلا فرض بفرمایید اینا که در روایات مثال زدن براتون عرض میکنم، مثلا ممکنه یه وسائلی برای شما فراهم بیارن، یه کارشکنی هایی بکنن، دوز و کلک هایی بچینن که شما نتوانید مال حلال به دست بیارید، ناچار بشید از راه حرام مال به دست بیارید. امکان داره در مقابل این حادثه شما خودتونه ببازید، بگید خب ما مال حلال نمیخوام، میریم دنبال حرام، چاره این نیست دیگه. یه وقت نه، صبر میکنید در مقابل این حادثه، یا
یعنی هر چه شما را تحت منجنه قرار بدن که رشوه خاری کنید، کار حرام انجام بدید، شما بگید نه من مال نمیخوام، با فقر و بیچارگی میسازم و صبر میکنم، دنبال مال حرام نمیرم تا پیروز بشم. شیعه وظیفش دومیه. ما در این مسائلی که برامون پیش میاد صبور باید باشیم، خیشتندار باید باشیم، یعنی خودمون رو نبازیم و فوراً بریم دنبال گناه و معصیت، بلکه صبر کنیم، استقامت کنیم، تحمل کنیم بر خودمون، هموار کنیم بر خودمون مشکلات را و فعالیت کنیم که به مقصد اصلی خودمون برسیم. این اصل مطلب من است امروز. حالا توجه بفرمایید، من روایاتی که ائمه اطهار بر ما فرموده اند و دستور صبر دادن و ثواب صبر و خیشتنداری رو فرمودن براتون عرض کنم و با وضع زندگی خودمونم مطلب را تطبیق بکنم، انشاءالله به نتیجه کامل و کافی خواهیم رسید. روایات البته خیلی زیاده، من نمیتونم این روایات رو همشو به عرضتون برسونم، فقط از باب نمونه یکی دوست این روایات رو عرض میکنم که فائده های خیلی جالبی در این روایات هست. یکی از این روایات اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم برای اصحاب خودشون صحبت میکردن، از اون جمله به اصحابشون فرمودن سیأتی قوم من بعدكم الواحد منهم له اجر خمسین منكم، فرمودن در آینده در امت من یه قومی میآیند که اینها هر یه نفرشون ثواب 50 نفر از شماها بهش داده میشه. اصحاب عرض کردن یا رسول الله نحن کنا معک ببدر و خنین و نزل فینا القرآن، گفتن یا رسول الله چطور به اونا 50 برابر ما اجر میدن و حال اون که ما اصحاب شما بودیم، با شما در جنگ بدر و حنین بوده این قرآن در میان ما نازل شده، چی تو اونا اجرشون بیشتره؟ حضرت فرمودن انکم لن تحملو ما حملو و لن تصبرو صبرهم. پیغمبر فرمودن برای این که مشکلاتی که برای اونا پیدا میشه برای شما پیدا نمی شود و اونطور که اونا می توانند صبر کنند شما نمی تونید صبر کنید. یه حقیقته. پیغمبر اکرم یه جمله‌ای در یه جای دیگه می فرمان خیلی جالبه، به اصحابشون می فرمایند مردم در آخر الزمان اجرشون خیلی بالاتر از شماست، برای اینکه شما مرا دیده و به من ایمان آورده ای و اونا ندیده به من ایمان آوردن. این خودش مسئله یه دیگه. مشکلاتی که برای مسلمانهای اون زمان به وجود آمده بود چیزی نبود، یه دنیا که به اونا حمله نکرده بودن. مسلمانان امروز و بالاخص شیعه از تمام اطراف بهشون هجوم داره میشه. کفار به همه مسلمان ها هجوم آوردن و مشکلات برشون درست کردن. کفار و یه عده از مسلمان نماها هجوم آوردن به یه عده شیعه در گوشه و کنار دنیا و میخوان اینا رو نابودشون کنن. حالا ببینید شیعه صبر کردنش در مقابل این مشکلات چقدر مهمه. البته باید عجب داشته باشه. اینه که پیغمبر می‌فرماد اجر یک نفر از اونها برابر است از با اجر 50 نفر از شما. این یک روایت. حالا
در ذهن همطور که من عرض میکنم این مطالب را، اینا رو یادداشت کنه تو ذهنتون تا یه اجرم دنبالشه، اون اجرم آخر کار عرض میکنم که مسئله به این سادگی هم نیست، یه شرط و شروطی هم داره. و اما روایت دوم در این زمینه در تفسیر این آیه هست، آیه 200 از سوره آل عمران می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. حاصل این آیه اینه مؤمنینی پیروز و رستگارن که چهار چیز درشون باشه: یکی مرزدار اسلام باشن، دو متقی و پرهیزکار باشن، سه در میدانهای جنگ با دشمن صبر کنن تا پیروز بشن، چهار این که در مشکلاتی که در زندگیشونه اینا صبور و بردبار باشن. وقت دنبال این قضیه امام علیه السلام می فرماید مع امامکم، صبر کنید با امامتون، یعنی در راه امام زمان اگر مشکلاتی دیدید همینطور که خود امام زمان ارواح العالمین له الفدا صبر می کنن، شما هم در این مشکلات باید صبر. این روایت دوم. روایت سوم که اون هم روایت خیلی خیلی جالبی می فرماد انظر الی ما قال ابو عبدالله صادق. امام صادق در اینجا یه جمله این می فرماین به همران میگن که یکی از اصحابشونه، همران سوالی میکنه که آقا این اوضاع تا چه اینجوره، این حکومت بنی العباس و بنی امیه تا چه میخوان به ما اذیت کنن، چه میخوان ما را ناراحت میکنن، الی متا هؤلاء یملکون، حکومت تا چه زمانی در دست اینا هست. حضرت فرمودن الیس تعلم ان لکل شیء مده؟ آیه نمیبینی هر چیزی در این دنیای مدتی داره، آخرش خلاص شب روز میشه، روز شب تابستان زمستان میشه، زمستان تابستان میشه، درخت سبز است زرد میشه، درخت زرد است سبز میشه، هر چیزی در این عالم یه مدتی داره، یه انسانی یه مدتی تو این دنیا زنده است از بین میره، حیوانات یه مدتی زنده از بین میره، ملک و سلطنت و حکومت و قصرها و کاخها و همه اینا یه مدتی داره. حضرت فرمودن آیه نمیدونی هر چیزی در این دنیا یه مدتی داره؟ قال بلا. گفت چرا؟ حضرت فرمودن هل ینفع که علمت، حالا برفرد تو بدونی اینا کی از بین میره چه فایده برات داره، غم و غصه این چیزا رو نمیخواد بخوری. بعد فرمودن اگر تو حال اینا رو بدونی و بدانی اینا چه وضعی دارن در آینده در نزد خداوند، بغض تو نسبت به اینا بیشتر میشه. بازم اون نمیدونی اینا چه آدمای بدی هستن، ولی آخرش کار تمام میشه. بعد میفرماید حالا شاهد اینجا، فلا یستفرنک شیطان، مواظب با شیطان گولت نزنه، از بینت نبره. اینجا جاییست که اگر یه ذره بخوای بی حسابی کنی لغزش پیدا میکنه، بگو چرا چنین شد، چرا چنان شد، باید صبر کنی تا ببینی چه میشه. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. در پایان عزت برای خدا و برای رسول خدا و برای مؤمنین است، اما منافقین حرفو نمیفهمند. یعنی اگه صبر کنید بالاخره به عزت خواهید رسید. فرمودن الا تعلم ان، توجه کنید جمله آخرشه، الا تعلم ان من انتظر امرنا،
و صبر علی ما یری من الاذی و الخوف هو فی زمرتنا. هر کس در مقابل این ترس ها، در مقابل این اذیت هایی که بهش میکنن صبر کرد و تحمل کرد، در زمره ما خاندان است در روز قیامت، یعنی در دار و دسته محمد و آل محمد. این نتیجه صبر کردن در مقابل این مسائلی است که پیش میاد. حالا این مسائل چیه که پیش میاد؟ ما میقدر آگاه بشیم ببینیم ما هم این مسائل رو داریم یا این مسائل رو نداریم. بله، کاسبای ما این مسائل رو دارن، زنانمون، مردانمون، جوانانمون، پیرانمون. حالا اینجا براتون یه ذره شرح میدم، یه مقدار مختصر شرح میدم که چطور این بلاها و مسائل برا ما هست و صبر کردن در مقابل این مسائل چگونه هست. بازم از خودم چیزی نمیگم، میخواهم اون که از دهانم بیرون میاد مربوط به خاندان عصمت و طهارت علیهم صلوات الله باشد. ما هممون مدیون این خانواده هست. راه نجات ما فهمیدن کلمات اینات، هیچ جا خبری دیگه نیست. هر جا بروید سیراب نخواهید شد الا از راه این خاندان. اینا تکلیف و برادم روشن میکنن، یه آرامش خاطری به انسان میدن، راحت میشه آدم. الان اکثر افراد جامعه ما واقعا دوچاری دلهوره، استراب، ناراحتی هستن. چی تو میشه؟ چه وضعی پیش میاد؟ وضع جوانمون چی تو میشه؟ وضع اموالمون چی تو میشه؟ وضع خانوادمون چی تو میشه؟ دائما در این فکر دارن به سر میبرن بیچارا مردم، تا جایی که بعضیا مبتلا شدن به ناراحتی های روانی، گرفتار این مسئله شدن. اما ائمه میخوان به ما بفرمان نامهم نیست، بدتر از اینا وجود داره، صبر کنی، پاداش آخرت هست. اینجا که تمام شدنی، اینجا هیچ چیز ثابت و پابرجا و باقی نخواهد موند. هیچ. تا میاد آدم چشم به هم بزند خلاص شده. اون چه تمام نمیشود و ثابت و پابرجا و برقرار است، سطوت خداوند متعال و قدرت پروردگار است. اون تمام نمیشه بله، همه چیز از این. حالا ببینید روایت رو توجه کنید، روایت خیلی زیبایی در اصول کافی از امام صادق نقل میکنه که امام صادق از قول پیغمبر بیان میکنن و این روز ما را پیغمبر پیش بینی کردن، دارن برامون مجسمش میکنن. میفرماد سیأتی علی الناس زمانون لا ینال الملک فیه الا بالقتل و تجبر. زمانی خواهد آمد که در اون زمان حکومت، سلطنت، ملک به دست نمی آید مگر به زدن و کشتن و از بین بردن مردم. ولن غنا الا بالغضب والبخل. ثروت و پول هم به دست نمی آید مگر این که انسان مردم را زیر چکمه های ستم خودش بیندازد و بخل کند و مال را به کسی ندهد. حالا بین همینطور راحت یا نه؟ ولل محبه الا به استخراج دین و اتباع الهوا. محبت اجتماعی و شهرت اجتماعی برای کسی پیدا نمیشه مگر اینکه دینشو بپوشه و دنبال هواهای نفسانی مردم بره. هر کاری مردم دلشون خواست بکنه وقت مردم دوستش میدن، ولی اگه خواست با مردم مطابق دل مردم رفتار نکنه و مطابق دین خدا حرف بزنه، نه کسی هم دوستش نمیداره. از چشم مردم هم میفته، باید بشینه گوشه خانه.
بعد این طور میشه. این فرمایشه پیغمبر. حال دنبالش توجه بفرمایید. این فرمات فمن ادرک ذلک الزمان فصبر علی الفقر و هو یقدر علی القنا. اون کسی که به این زمان برسد و صبر کند بر فقر و تنگ دستی و مالی که با اذیت به مردم و با بخل باشد به دست نیاورد. بگه همین مانی آب باری که بر ما بسته، ما چرا به یکی دیگه ظلم کنیم برای اینکه خودمون پول پیدا کنیم؟ چرا یه عده دیگر را زندگیشون رو ما از بین ببریم برای اینکه ما زندگی داشته باشیم؟ خب بذار ما مثل اونا باشیم. اگر کسی صبر کرد، صبر در اینجا این، پس اون اذیت و مصیبتی که برای ما در این زمانها پیدا میشه چیه؟ اذیت و مصیبت اینه که نمیشه از راه حلال پول در آورد. مشکله، سخته، باید آدم گرسنگی بکشد، باید از مزایای ظاهری زندگی محروم باشد. اما پیغمبر میفرماید باشه، محروم بشه، اگر صبر کرد بر این اذیت و گفت اگه صد من میخورم، اگه ناراحتم میشم، مال حرام برای زن و بچه نمیدم. این انسان انسانیست که جزء اهل بیت حساب میشود. این انسان انسانیست که اجر 50 نفر انسان مسلمان واقعی زمان پیغمبر رو در این عالم بهش میدن. این اجری که گفتم همینجا که اجر 50 نفره به ما میدن، اما اگر در اون موقعی که میخوایم مال حرام به دست بیاوریم، صبر کنیم بر این فقر و بیچارگی و بگیم میسازیم برای اینکه به کسی ظلم نکنیم. ما با این سرمایه کم میسازیم، کار میکنیم، پول مردم هم نمیخن برای اینکه رباخور حساب نشیم. هم نشه برای اینکه من بگم مردم رو دعوت میکنه به اینکه تنبلی کنید، بیورزگی کنید. نه، من میخوام بگم مرد اون کسی که فعالیتش در مسیر حلال باشه. هر مقدار میتونید تلاش کنید مال حلال به دست بیارید، نوش جونتون. خوام بگم از کسی پول بگیرم کار کنم به اونم یه چیزی بدم، این بابا یه راه خطرناک لغزنده ایست. باید ملاحظه کرد. صبر یعنی این که کار بکن، فعالیت بکن در مسیر حلال. نرو کنار خانتون بشین بگو من دیگه کار نمی کنم. صبر بکن بر این مشکلات و بگو من مال حلال فقط میکنم. من باید تلاش کنم برم دنبال مال حلال، به هر اندازه برام پیدا شد میبوسم چشمانی و همونه که برکت داره. گرفتاری دیگه نداری، تصادف دیگه نمی کنی، مریضی ها نابجا پیدا نمی کنی، کسی مالتونه نمی خوره. میفرماید فمن ادرک ذلک الزمان، کسی که این زمان را درک کرد و صبر کرد بر فقر و حال اون که قدرت بر غنا داشت، خدا بهش اجر میده. یه مورد و علی البغ و صبر علی البغ و هو یقدر علی المحبه، کسی که میتوانست صبر کند بر مبغوض بودن در اجتماع و محبوب جامعه نباشد و دین خودش نگه داره، این انسانی که صبر بر این کار کرد از اهل بیت حساب میشه و اون اجر داره. یعنی چه؟ یعنی بعضیا هستن، خود امام هم تشریح میکنن این موضوع، بعضیا هستن برای این که همه جا جاشون باشه دینشون رو میفروشن. به این میرسه میگه من با شما، به اون میرسه میگه من با شما، به اون میرسه میگه من با شما،
همه جا رو میخواد برای خودش داشته باشه. خداشون هم میگن الان میدونه تو مردم خیلی آدم ها اینجوری هستن، میگه آقا ما هم با قمار باز میسازیم، هم با مسجدی، هم با نماز خون ما میسازیم، هم با مطره. خیلی هم به قول خودش کار خوبی کرده، به خیرش کار درستی. دینش داره میفروشد برای این که در میان مردم یه شهرت و سر و صدایی داشته باشد و مردم بگن بله فلانی هم مثلا چنینه چنان. حضرت میفرماد اگه کسی گفت من این شهرت را نمیخواهم، دینم هم نمیفروشم، صبر کرد بر این که مردم بهش بی‌اعتنایی کنن، و چون مردم هم عقلشون تو چششونه، اگه یه کسی دستش به یه جای بند باشه دور برش دارند و قربون صدقش میدند و فلان، تا دیگه دستش به جای بند نبود جواب سلامشن نمیدن، حاکم معذول است و دیگه کسی بشه اعتنار نمی کن. حالا امام میفرماید کسی که صبر کند بر این گمنامی و برای شهرت طلبی دین خودش را نفروشد، این صبر دارای اجر مشکله، سخته. وقتی آدم رو نشناسن بی‌اعتنایی میکنن، حقش رو ضایع میکنن، اذیتش میکنن، اما طوری نیست، بهتر از دین فروشی. دین فروشی و خدا را به غضب در آوردن اونه که بده، اونه که زشته، بقیهش مهم. خب میفرماید و صبر علی الظل و هو یقدر علی الاذ آتاه الله ثواب 50 صدیقا ممن صدق. امام صادق میفرماید اگر یک کسی بتونه با دین فروشی و با نارضا کردن خدا عزت در میان مردم به دست بیاورد، اما بر ذلت صبر کند برای اینکه دینش را نفروشد، خداوند ثواب 50 مؤمنی که به من ایمان آوردند به او عنایت میکند. این نتیجه صبر در این جاها. برادران عزیز، دوستان گرامی، حواستون رو جمع کنید، مال از راه خدا پیدا کنید، آبرو از راه خدا پیدا کنید، شهرت از راه خدا پیدا کنید، ثروت و زندگی و زن و فرزند خوب از راه خدا پیدا کنید. اگر از راه غیر خدا خواستید جای دیگه برید به نتیجه نمیره. پیمودن راه خدا هم سخته، مشکله، اما اگه کسی صبر کرد در اثر صبر نوبت ظفر آید. انسان در هر مسیر الهی که بخواهد واقع بشوند زجر داره، صدمه داره، نکنیش داره، مردم سبکش میکنن، کوچکش میکنن، اما خدا در پشت سر کار هست. جوان مرد اون کسی که در مقابل این مسخره ها و این استهزاها صبر کنند تا خداوند متعال عالی ترین مقام را به او عنایت کند. پیغمبر اکرم مگر مورد سخره و مسخره مردم نبودند؟ مگر پیغمبر مجنون نخوندند، ساحر نخوندند، کذاب نخوندند؟ نسبتی نبود که به پیغمبر ندهند و ناراحتی نبود که برای پیغمبر به وجود نیاید. اما خداوند متعال در اثر اینکه پیغمبر صبر کردند، خداوند متعال هم می‌فرمود عزت تنها مخصوص پیغمبر است و بعد خدا و رسول و مؤمنین. حالا اون مؤمنین که عزت داره شما هست، شما ها هست، مؤمن به پیغمبری، اگه ایمان به پیغمبر نداشتید اینجا کاری نداشتید. اما در مقابل اذیتایی که اجتماع برادون به وجود میارن در کسب و کارتون، در زندگیتون، در زنداریتون،
در نمیدونم دخترداریتون به امثال اون صبر کنید، آخرش به نتیجه میده. خب و اما نکته اساسی مطلب را حالا اینجا براتون عرض کنم. صبر یک داروی بسیار مهم است برای اصلاح این ناراحتی ها، شکنجه ها، درد ها، مصیبت ها و زیر دست و پای دشمن له شدن. 14 قرن است این مسلمان ها در زیر دست کفار دارن له میشن و صبر کردن. 14 قرن، 1400 ساله، شوخی نیست. اما این صبرشون در هر مقطعی از زمان براشون مفید بوده است. الان که من میتونم الان هم که دارن صبر میکنن، صبر بالاخره برای اینا ظفر آور است. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، در اثر صبر نوبت ظفر آید. اما اونی که ریشه کن میکنه کار را چیست؟ قرآن براتون میخونم، روایتم براتون میخونم که ببینید اونی که ظلمها، ستمها، بدبختیها، ناراحتیها، مصائب را اعمد مصائب مالی یا غیر مالی پایان بهش میدهد و انسانها را از زیر بار ستمها نجات میدهد، ظهور منجی عالم بشریت، قطب دائره امکان، محور عالم وجود، واسطه بین غیب و شهود، امام به حق، امام حق، حضرت حجت ابن الحسن القائم المهدی. صلوات الله و سلامه علیه است. باید کار به واسطه اون آقا پایان بپذیرد. اینجا دلم میخواد چند دقیقه ای به اندازه تقریبا 10 دقیقه حواستون با من باشه، من عرضم خلاصه. این 10 دقیقه رو یه نتیجه بگیرم و عرضم رو تمام میکنم. قرآن مجید جریان ظلم و ستم بنی اسرائیل را در اول سوره اسراء بیان میکنه که اینا در طول تاریخشون نه تنها به مسلمان ها، به تمام مردم مظلوم عالم چقدر اینا ستم کردن. این خونخارهای متجاوز، دزد، خائن، مزبر، اینهایی که در یک روز 40 پیغمبر را سر می برن، یقتلون الانبیاء بغیر حق، این عناصر ناپاکی که دست در وحی الهی می برن، کتاب خدا را تحریف می کنن. کار ساده اونها قتل است، رباخاری است، جنایت است، خیانت به ناموس مردم است. ایناست که قرآن می‌فرماد درباره این. یکی از کارهای اینها زیر لگد انداختن مسلمین بوده است از ابتداء تاریخ تا الان. هیچ قومی پیغمبر اسلام را مثل یهود اذیت نکردند. لتجدن اشد الناس، قرآن می‌فرماد، عداوتن للذین آمنوا یهود، شدیدترین دشمنان مسلمان ها یهودیان، از تمام فرقه های عالم اینا نسبت به مسلمان ها دشمن تر. اصلا اینا غذاشون، حیاتشون، روحشون، همه چیزشون مکیدن خون مظلومین و انسان های بیچاره و ضعیف دنیا. و خدا می فرماد و قبینا الى بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. من آیه نمیتونم حالا تفسیر مفصلش براتون عرض کنم، خلاصه‌شو عرض میکنم.
قرآن می فرماید این یهودی ها روی زمین برتری پیدا می کنند، سلطه در اختیار اونها می آید، مردم مظلوم را زیر لجدهای خود می اندازند، در شکنجه دادن به انسانهای بیچاره هیچ ترحم نمی کنند. اما قرآن می فرماید پایان بخش به ظلم و ستم اینا چیه؟ ثم بعثنا علیهم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا. اون که میتواند خاتمه دهد به این ظلم و ستم وجود مقدس حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه. و یاران عزیز حجت ابن الحسن هم اینا میتوانن ریشه اینها رو بکنن. فجاسو خلال دیار و کان وعدا مفعولا. خدا میفرماید این وعده عملی شدنی است، یعنی حتما امام زمان خاتمه خواهند داد به جنایت و خیانت و قاصبیت یهود. اما معنی این حرف این نیست که ما وظیفه نداریم، ما هم در این زمان در مقابل این مشکل باید صبر کنیم. اما صبر یعنی چه؟ صبر همون معنی که عرض کردم، یعنی تسلیم نقشه‌های یهود نشدیم، دست از راه و از مکتب و دینمون به خاطر اونها بر نداریم. نسل جوان ما باید فعالیت کنن، جاهای خالی زندگی را پر کنن که یهود نخواهند در اونجا اثر بگذارن. شعار تنها فایده ندارد. در مقابل یهود باید نسل جوان و نیرومند ما شروع کنن به کار و فعالیت و علم و صنعت. جریان کربلا کلن زیر نظر یهود بود، طراح نقشه کربلا و جنگ کربلا یهود بودند. لعنت الله علیهم اجمعین. قدم به قدم اونا راه نمایی می کردن. شما در کتابای تاریخ می خونید وقتی اسرا را بردن در مجلس ابن زیاد یا بردن در مجلس یزید، وزراء یهودی، سفیرهای یهودی و نصرانی اطراف اونا رو گرفته بودن، طراح اونا بود. مصائب کربلا رو اونها به وجود آوردن. یکی از مصائب ناراحت کننده کربلا اون وقتی بود که میخوان اسرا را بیارن برای کوفه، همه رو سوار کردن. یک یهودی زاده‌ای به عمر سعد گفت امیر
خوب اجازه بدید این اسیرها را از کنار گودال قتلگاه ببرن. یه مرتبه دیگه اینا شهیدان خودشونو ببینن. آه این چه نمکی بود روی این زخم ها. وقتی اهل بیت آوردن کنار گودال قتلگاه، این بچه ها از بالای شتر خودشون روی زمین انداختن. همه اومدن کنار بدن شهدا، شهیدانشون رو پیدا کردن. اما بمیرم زینب شهیدشون رو پیدا نکردن. دست بردن سنگ و چوب و نیزه شکسته ها رو عقب زدن. نازنین بدن برادر رو پیدا کردن. امن یجیب المغتر ازادا و یکش پسو. امن یجیب المغتر ازادا و یکش پسو. امن یجیب مغتر ادادا و یکش پسو. امن یجیب مغتر ادادا و یکش پسو. امن یجیب مغتر ادادا و یکش پسو. نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. خدايا بمقام خاندان دشمنان إسلام ومخصوصا يهود را خار و ذلیل و نابود بفرما. مکر و حیله اونا را به خود اونا برگردون. اللهم اقتلهم بددا ولا تبر على الارض منهم احدا. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا اشف مرضانا عد ديوننا. اللهم انصر امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره.